به سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نیست ولی کارون خونه خودشونه سلام فرهادم از خونه خودشون با ماست سلام فرزادم از خونه خودشون با ماست سلام احوال شما همه خوبید؟ بعدی نیست چطوره میخوام بدونم که این دوران قرنطینه رو چه جوری دارید میگذرونید چو دو هفته تو دونه, دونه ببین کارم دو هفته ببین خیلی متناوبه یعنی وقتایی من میگم به به چقدر خوبه داره خوش میگذره بعد یه وقتایی فشار میاد میگی که نمیدونم مم چه <applause> جوریه مثلا من اوکی من خیلی بالا پایین داره دیگه من هیچ وقت تو زندگی حالم اینجوری بالا پایین نمیشد همیشه خیلی معمولی بود دیگه همیشه صفر متعص... یک بودی برنامه ریزی نه و یک مشخص بود اصلا اینجوری مثلا دیگه بالا نبود یه پایین باشه ولی الان خیلی دیگه عجیبه یه وقتی میگم خیلی داره حال میده مثلا تنها هم چقدر خوبه و اینا ولی خب یه وقتایی هم نه دیگه خونه ورزش میکنی این آره خونه ورزش کنم میرم هم میدوم دیگه وقتی که بارون نیاد میری؟ من آره. به خاطر اینکه توی آسانسور ما سیزه خیلی دید. آدم میترسه دیگه بره توی آسانسور یه هم میبینی یه نفر میاد یه عدسه بکنه همه رفتیم لا ویروس به خاطر من سعی میکنم و خونه بیرون نرم همش دارم تو خونه ورزش میکنم و پله دیگه میتونی که از پله بری بود پله بسته چرا پلار رو بستن؟ اصلا موقع امرجنسی خوش باز میشه, <تصفيق> <تصفيق> اوتوماتیک, باز میشه باز باز که اوتوماتیک باز میشه یا آدم باز میکنه ایشالله که آجی صحبت کنم یا آب بیارم برای خودم اتفاقی نیفته اگه افتاد که شما دو تا چه خبر؟ هفته پیش نبودین؟ یه هفته برگشتین؟ من آره خب حالا این هفته که برگشتی من خیلی اتفاقم با این قرانتینه دارم حال میکنم اصلا صدایی خوب... که میاد دارن صدا میریزن دستشوی نیست چون صدای بدی داره میاد کارون فکر نکنم میکروفونش اینو بگیره ایشالا میکروفونش نمی ولی ما میشنویم بعد... آره بعد خیلی خوب بوده دیگه اکارم بیکار شدیم و نه نمیگی چرا اینو داری با... خب دیگه آخه گریه که نمیتونم بکنم دیگه اتفاقی که افتاده تو هر وقت گریه نمیتونی بکنی میخندی آره. <laughs> حال وسط نداری نه. دیدی دولت کانادا گفتش که 75 درصد حقوقا رو میده آره الان خیلی چیزا داره گفته میشه از کمک های مالی واسه مستجرا و خیلی خیلی آیتمهای زیادی داره معرفی میشه ولی هیچ کدومش هنوز واقعا نیامده وارد سیستم بشه مثلا هیچ گفتن دوشنبه مثل اینکه میان اعلام میکنن اشاره که ان که بیان اعلام که چه و تزریق میکنه. آره من هم دهنم یه آبسه بدی کرده و پاره شده ات تو اصلا خیلی بد اگه میبینید یکم از جوری باز رفتی کوسه خوردی از اون نمایی نکن از اون نمایی نکنم به کوسم چیکار کن کوسه نه،, نه گرمی زیاد خوده گرمی زیاد <تصفح> <تصفح> رفت آف بلغمی آره آف کوسه خورد آره کارون میخوای تو با اپیزود خود شروع کن ببینیم که چی داریم بیشتر در مورد حالا قرنطینه و یه سه چیزای دیگه اپیزود بعدی هم صحبت میکنیم ولی ببینیم این هفته بابا گفتن صحبت نکنید دیگه چه خبره نه گفتن در کرونا صحبت نکنید در مورد قرنطینه زای باحال براتون بگم از اتفاقهایی که افتاده کارهایی که دارم میکنم تو خونه اشغال من من واقعا دارم اشغال میکنم من خیلی دارم خدا بشن. داره خدا آره با ایمان داریم کار میکنیم حالا اونا رو فکر نه چی میکنیم با <applause> <applause> <بحبت تصفيق> <بحبت تصفيق> <applause> 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 در <applause> روزی در روز های از... آره فعالیت های ویدیو گیمی به ما هم بگید از این فعالیت های هر... نمایی نکن که آره از فردا من میام با هم بازی کنیم بعد دو اصلا فردا آه آه یه دلوقتي بابا دلوقتي واقعا وقت نمیشه نمیدونم ها... چی شده ما کارمون ها... بیشتر شده میخواید در مورد این صحبت کنیم من امروز روز شنبه است که معمولا کار تعطیله از ساعت هشت صبح یعنی مجبور شدم خودکست رو بندازم عقب که کارم رو تمام بکنم از ساعت هشت صبح بلند شدم دارم کار میکنم و تمامم نمیشه به نظر حالا من مشکلش اینه که موقعی که سر کاری مثلا من نه صبح اون حالا که هر کی ساعت خوش داره نه صبح میری مثلا پنجم تموم میشه بعدش هم همه میرم پیش خانوادهشون رو دیگه مثلا حوصله ندارم به تو زنگ بزنم الان نیست همه پیش خانوادن اون ساعته دیگه خیلی در هم و بر هم شده مثلا ساعت ده شب یه که به من زنگ میزنه ساعت کاری وجود نداره دیگه میگه آقا ساعت ده شب جمعه است یعنی با من تماس نگیرین این موقع خیلی خوشحالتر میشم ولی خب دیگه ساعت ها در هم و بر هم شده آدم ها بیشتر دارن کار میکنن منم هم یه حسو دارم منم کارم باید چهار و نیم تموم کنم مثلا میره تا پنج پنج و نیم هنوز دارم کار میکنم آره. بعد پاشم خوشحال بزنس ها بزنس این وسط سودار رو بزنس ها میبرن دیگه چرا سود پول یک چرا میدن تو بیشتر کار میکنی دیگه آها, آها از برم دارن ضرر میکنن دیگه الان تو ببین نمیتونی اینو مقایسه بکنی اینطوری نزن هلی. تو سر بزنس ها میخوام بیام محکم این به بعد جلوت بشینم هر چی میخوای بگی میخوام با مواصلات <تصفح> 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 من که خدامه این اتفاق اگه بیفته یه مکالمه یه دو طرفه پربار الان چهار طرفه هست بخوای چهار طرفه من لذت میبرم خب نه فرهاد که موافقه فرهاد همیشه با تو موافقه <تصفح> با من؟ آه. آره. با یه نفر دیگه حالا با هفت نفر در نوارد این چون من آفر. عوام جامعه رو در نظر میگیرم <تصفح> ایمان افرج در... جامعه است. آره. <تصفح> 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 با من همه رزنیت میکنن حالا بگو ببینم بگو چی برام. بله تشدید تشدید؟ آره مردم آمان تشدید میکنن؟ آره دیگه شده؟ خب بگو نگفته بودی این قابلیت رو داری آها من خوب. یه... ز... ببخشی قبل اینکه شروع کنم من خیلی مزداد میخوام ما داریم با اسکایپ زب میکنیم و ممکنه که اتفاقات ناگوار زیادی به وجود بیاد قطع بشه هر چیزی ببخشید دیگه بار اولی که دارین اتفاق میفته تا به حال این کارو نکردیم قبلا تست کردیم با چند تا از در واقع مهمان هایی که داشتیم مثل مسابقه که با مینا داشتیم ولی تصویری تا به حال نکرده بودیم حالا آره داریم این کارو میکنیم امیدواریم که کوالیتی خوبی داشته باشه کیفیت خوبی داشته باشه و کسایی هم که گفته بودن ما خیلی دوست داریم تصویری ببینیم اپیزودا آره رو و سعی کنید تصویری این تنها راهی بود که ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم به هر حال اگر که کم و کاسی وجود داره به بزرگی خودتون ببخشید اگر هم کیفیت خوب نبود هفته بعد ایمان لایسنس اپلیکیشن رو میخره بله ماهی 20 دلاره چیزی نیست برای ایمان راحت از این کیفیتش بهتر میشه میکن. کیفیتش رو نمیتونی باور داری داریم. میگی آره خیلی آقا اسم نری تبلیغ آره بله. اسم اینا تبلیغ بشه. ما اسپانسر آره. نیستیم با اسکاپ بازون اصلا <تصفح> <دو دو> <تصفح> خب خب این هفته به درخواست اکثریت ما دیگه قرار نیست از ویروس کووید 19 صحبت کنیم و قرنطینه و اینا یه این موضوع متفاوت انتخاب کردیم راجبه فرمی پارادوکس فرمی میخوام صحبت کنم شاید دورادور شنیده باشید توی دوران قرنطینه واسه اینکه ما ذهن خودمون رو مشغول نگه داریم و زنده بمونیم دیگه چون ذهن فعال نشونه زنده موندن و اینکه یه دغدغه فکری به جز مسائل کاری داشته باشیم داشته باشم خودم گفتم برم نتفلیکس رو باز کنم یه مستند نابی شروع کنم به دیدن مثلا من قدیم مستند جنگ جهانی دومش رو دیده بودم خیلی حال کرده بودم به همان پیشنهاد کردم این سری هم گفتم برای همچین کاری بکنم شات دهانش بکنم همینجا میدنی مورد اپیزود رفتیم در مورد چی؟ همین اکسترا ترسریال میخوایی صحبت بکنی دیگه آره ولی نرفتیم قطعا آره باش برو حالا بذار من خود صحبت شو کنم نمی کار جا بود راجبه چی؟ راجب همین چی اتفلیکس ناری. من صحبت کردم خب ببین آره آره مهم نیست تو آره اصلا از یه نگاه دیگه نیست. شما می‌خوای موضوع رو بررسی بکنی مارد؟ <تصفح> مارد. بعد نتفلیکس هم دیدین که ما رو خیلی وقت از خیلی از آدمای دور و برمون بهتر می‌شناسه چیزایی که مثلا پیشنهاد میده ببینید و اینا خیلی دقیق, دقیق در میاد و اینا رفتم اونجا دیدم نوشته بود Ancient Aliens بله بعد که حالا میشه موجودات بیگانه باستانی داشتش یعنی یه مستند به من پیشنهاد داد که برم اینو ببینم ده. یه, دونه سیزنش فقط توی نتفلیکس هست این یه مستند تا الان فکر کنم 15 سیزن اومده اگه اشتباه نکنم سیزن دوش فقط روی نتفلیکس هست باز چی دیگه من شروع کردم اینو دیدن از اسمش هم معلومه که میاد های مختلف بررسی میکنه احتمال این رو که طی سالیان گذشته یه سری موجودات غیر زمینی خیلی پیشرفته از سیارات دیگه به زمین اومدن و تاثیرات خیلی عمیقی روی انسانهای با تمدن حالا ابتدایی اون موقع گذاشتن درست. و از جوانب به مختلفی هم بررسیش میکنه و مثلا میگه که خیلی از ادیان خیلی از خدایان خیلی از اساتیر فرهنگ های کوهنی که روی زمین هست در واقع دارن شرح میدن ورود و حکرانی این موجودات فضایی پیشرفته رو به زمین بله از مهم. جوانب مختلف این قضیه رو بررسی میکنه و حتی تا اینجا پیش میره که این موجودات فضایی ممکنه یه جهش ژنتیکی توی انسان ها به وجود آورده باشند و راجع این صحبت میکنه که مثلا مغز انسان‌ها توی بازی کوتاهی سه برابر شده و این خارج از عرف تکامله. طبیعی تکامله آره. مغز که میگی یعنی توی همین جمجم یا خود جمجمه هم گنده شده یعنی مثلا چون این مغز چون... اندازه مغز سه برابر شده توی بازه هزار ساله ظاهرا که میگن این مثلا بخواد عادی باشه چند میلیون سال طول حالا یه سری شواهد و اینا میاره برای این شما, این شما چقدر ثابت اینا... برای شما همزه <تصفح> <تصفح> <تخون> نخورده خب <تصفح> اه... <تصفح> این که چقدر این حرفا درسته چقدر تخیلیه اصلا بهش کاری نداریم اصلا خارج از حیطه تخصص ما آدم های متخصص به این میپردازن ولی این وسط یه سری استدلال مطرح میکنه که به نظر من خیلی جالبه مثلا یه چیزی که میگه راجع به شهرهای زیر آب صحبت میکنه یه سری حالا شهر و یه سری ساختمون خیلی پیچیده زیر آب هست جاهای مختلف دنیا میگه که دو حالته یا انسانهای حالا اولیه اون موقع یه سری قواس داشتن که رفتن اینا رو زیر آب ساختن که خب بعید دیگه مثلا کپسول و اکسیژن و اینا داشته باشن بل. یا تئوری دوم که منطقی تر به نظر میاد اینه که این ساختمان ها، این شهرها، این تمدن های زیر آب زمانی ساخته شدند که زیر آب نبودن یعنی یه عالم خشکی است که بعد از آخرین آیس ایج یا عصر یخبندان اینا رفتن زیر آب قبل از اون آبی اونجا نبوده اینا همه روی زمین حساب می شدن میگن ممکنه هم. که اینا اون موقع ساخته شده باشه آخرین عصر یخبندان که ای تموم شده دوازده هزار سال پیش بله دوازده هزار سال پیش انسانهایی که رو زمین بودن اصطلاحا میگن هانتر گدرر بودن یعنی شکارچی بودن و حالا مواد غذایی از روی زمین جمع میکردن مثل ماها یک جانشی نشده بودن کشاورزی اصلا وارد قضیه نشده بود و خیلی زندگی ابتدایی طوری داشتن میگه که پس داشتن یه همچین ساختمون های پیچیده ای برای دوازده هزار سال پیش هم عجیب غریب میاد این این در واقع این استدلال های منطقیه که این مطرح میکنه بعد چون سنگم هست یه چیزی از کربن میزنن به فسیل و اینا فراد بهتر میدونه میتونن عمر مثلا فسیل رو با اینکه کربن بزنن بهش یه کربن خاصیه آل... خاصیه آره اونو به سنگ نمیشه زد که عمرش رو در بیارن برای همین نمیشه عمر دقیقه این ساختمون رو پیدا کرد ولی حالا اصلا بحث قضیه این نیست بحث من این نیست میخواستم اگر استدلال جالبیه فکر کردن به این چیزها خیلی جالبه چون استدلال منطقیه چه جوری مثلا آدم های اون موقع اینو اون زیر ساختن قواسی که نمیتونستن بکنن پس احتمالا مال قبل از آیس بوده یه همچین داستانی یا مثلا یه چیز دیگه که صحبت میکنه یه سری حالا جای مختلف دنیا بناهای تاریخی هست که یه سنگای خیلی بزرگی رو تونستن توی ارتفاع عجیب غریبی بذارن که وزن این سنگ یه وقتی تا 350 تن بالا میره و هم میگه <applause> که با تکنولوژی امروز هم حتی جابجایی این سنگ سخته دیگه چه برسه به تکنولوژی اون موقع اینا استدلال جالبیه اینا چیزایی که آدم میتونه بهشون فکر کنه توی زمانی که الان ما هستیم و خیلی شاید موضوع برای فکر کردن نداریم تو خونه گیر افتادیم اینا ورزش های مغزی جالبه چیزی که من دیده بودم میگفتن به غیر از حالا این سنگ های بزرگی که حالا جایی هستن که نباید باشن یه جایی رو نشون میداد یه مبعد طوری بود که انقدر سنگاش دقیق کات شده بودن یعنی این سنگا انقدر خوب تراش خورده بودن که مثلا برای چند ده هزار سال پیشه که میگفت اینا لیزر اکورسی دارن یعنی به صورت لیزر دقیق اگه لیزر مینداخ این تا اون ته مثلا این سنگه صاف بود توی راستا بوده هم... آره. میگفت همین الان دستگاهی به برای مثلا هم... کات کردن همچی سنگی نداریم که اینقدر مثلا دقیق باشه همین الانش هم نمیتونن این کارو بکنن اگه میخواستن همچی چیزی رو دوباره بسازنش آره کی حالا مراجعه به این صحبت کرده بودیم فکر فصل یک پس شما دو... یعنی کارنویمان دیدین این این سریالو آره این فقط یه سیزن هست میگم 15 تا سیزنه حالا یه بخششی به نظر من اصلا وارد تخیل و اینا میشه یه چیزای خیلی مسخره ای هم توش میگه که خنده داره دو. ولی فصل دو. آره این فصل اه. دوشه اه ولی خب یه جایش میگم مثلا همین دو تا مثالی که زدم به نظر من موضوعاتیه که منطقی به نظر میاد ارزش فکر کردن داره اه اه. اه ولی بعضی جاهاش که فقط صرفا علمی تخیلیه که نویسنده قشن آدمایی که میاره همشون مثلا آدم علمی نیستن استاد دانشگاه نیستن یا آدم نویسنده میاره که احتمالا یه مقدار تخیل قاطیش هست ولی حالا این وسط یه کسی میاره به اسم اریک فوندنیکن که این یه نویسنده سوئیسی احتمالا خیلی اسمش رو شنیده باشن یه کتابی داشت توی ایران یعنی تو ایران ترجمه شده بود به اسم عرابه خدایان بلد. که این کتاب حالا سانسور شد تو ایران ممنوع چاپ بود یه زمانی من یادمه که دوران راهنمایی که بودم این کتاب خوندم توی این کتاب هم همین داره راجب به این صحبت میکنه که خیلی از نشانه هایی که روی زمین هست احتمالا متعلق به یه تمدن بسیار پیشرفته که یه زمانی حالا اومدن از زمینیان باستانی رو ملاقات کردن مثلا چون فلانجا میتونه باند فرودگاه باشه برای اونا مثلا این سنگایی که کنار هم چیده شده این اریک فوندنیکن از این دست کتابو داره بازم ولی معروف ترینش هم این عربه خدا یعنی یه نویسنده سوئیسیه بعد من یادم دبیرستان که رفتیم یه معلم نجوم داشتیم به اسم محسن ایرجی شاید خیلی بشناسنش خب این نجوم و کارش این چیزه بود من یادم ازش پرسیدم که آقا داستان این نویسنده چیه اینا یه لبخندی زد و گفتش که اون خیلی حرفی که میزنه تخیلیه بله خب نظرش این بود نویسنده بزرگ دیست کردن معلم <تصفح> آخه واقعا هم همینه یعنی ما نمیدونیم اینا چقدر صحت داره یه سری یه سری فکرها یه سری ایده ها مطرح میکنن این نویسنده که نمیشه ارزیابیش کرد و صد درصد گفت حالا درسته یا غلطه ولی ارزش فکر کردن داره ایده پردازیه دیگه یعنی یه سری چیزهایی میگن که نمیشه واقعا ارزیابیش کرد ولی میتونه درست باشه وقتی بهش فکر میکنی نمیتونی دینایش بکنی نمیتونی قبولش کم بیرانه میگن پر بیرانه آره بعد کم بیران حالا همه اینا رو گفتم که ذهنها رو آماده کنم وارد اصل قضیه بشیم توی یکی از قسمت ما راجع به یه معادله صحبت کردیم به اسم دریک Equation معادله دریک که توش یه فرمولی بود چقدر دقیق ترجمه کرد دیگه یه که اسم یاروه <applause> یه فرمولی بود که توش تخمین میزد تعداد تمدنهای توی کهکشان راه شیری که میتونن امواج الکترومغناطیسی ساطع کنن که قابل شناسایی باشه برای ماها یعنی این امواج ما دریافت کنیم و بفهمیم که خب یه موجودات دیگه ای هم اونجا احتمالا هستن که دارن اینو برای ما میفرستن این معادله رو من توی یکی از قسمت‌ها راجبش صحبت کردم یه عالمه پارامتر داشت که مثلا یکی از پارامترهاش نرخ تولید ستاره هایی که میتونن حیات هوشمند دور خودشون داشته باشن <متحد> یا بخشی از سیاره های دور این ستاره ها که زندگی روش ممکنه به وجود بیاد یا نمیدونم بخشی از این سیاره ها که ممکنه حیات هوشمند به وجود بیاد چون ممکنه حیات باشه ولی هوشمند نباشه بله اینا رو همرا ضرب میکردی و مثلا این فرموله به تو میتونست یه تخمینی بده نکته ای که بود اینه که هیچ کدوم از این فاکتورا شناخته شده نیستن روی این حساب تخمین نزدیک به واقعیت زدن اگه ناممکن نباشه بسیار سخته ولی یه مقاله سال 2011 توسط یه انسیتو به اسم SETI که مخفف Search for Extra Terrestrial Intelligence بره. توی کالیفرنیاست این یه تخمینی روی این عدد زد یه عدد ده هزاری در آوردن این خیلی تخمین بدبینانه ای هم هست که ده هزار تا سیاره میتونن توی همین کهکشان راه شیری ما وجود داشته باشن که حیات هوشمند روشون شکل گرفته بله خب حالا بریم یه ذره از این اعداد ارقام بیشتر بگیم این وسط حالا پارادوکس فرمی چی میگه میگه که اگه اینقدر تعداد این سیاراتی که ممکنه توش حیات هوشمند باشه توی, من... توی کهکشان راه شیری زیاده چرا ما هیچ نشونه از اینا دریافت نکردیم <applause> سوال اینه میگه اگه این عدد اینقدر بالاست پس باید دیده باشیم میگه چرا ندیدیم و این نشونه منظورش میگم امواج الکترومغناطیسیه یعنی ما یه سری امواج میفرستیم اونور بگی امواج رو دریافت کنن جواب بدن یا ما همینجوری یه سری امواج از اونور بگیریم این نشانه هایی که حالا امسال آقای اریک فوندنی که مطرح میکنن حساب نمیشه توی این مطالعات <تص> انریکو فرمی یه فیزیکدان ایتالیاییه که میگه که هر تمدن با, تل... با تکنولوژی موشکی متعادل و حالا انگیزه کافی میتونه کل کهکشان رو مستعمره خودش بکنه. اینو جلوتر توضیح میدم منظورش چیه کل کهکشان رو مستعمره خودش بکنه. یه ذره عددی نگاه کنیم به قضیه میگن که اون کائنات ابزर्वेبل اون بخشی از کائنات که ما میتونیم ببینیم قطرش 90 میلیارد سال نوریه بله خب سال نوری واحد سنجش طوله که میشه مسافتی که نور توی یک سال طی میکنه نور تقریبا توی هر ثانیه اگه اشتباه نکنم 300 هزار کیلومتر طی میکنه بله. ایمان یه سرچ بزن اینو سریع چیز که من اشتباه یادم نمونده باشه از قدیم ولی میگه که قطر تقریبا 300 300 میلیون متر بر ثانیه, بر که میشه 300 هزار کیلومتر در آه. ساعت در ثانیه 299 میلیون و 792 هزار و 458 آره دیگه همون 300 هزار بگیم راحت تره تستای کنکور 300 هزار بود میگه قطر کائنات که ما میتونیم ببینیم 90 میلیارد سال نوریه خب اصلا ما بزرگی این عدد رو نمیتونیم درک کنیم ذهن ما نمیتونه درکش کنه بعد میگه حالا این تو 100 میلیارد کهکشان وجود داره چرا میخندی ذهن من میتونه <applause> نمیدونم ایمان تواناییشو داره خب <applause> ذهن من 100 میلیارد کهکشان هست هر کدومشون 100 میلیارد مثلا ستاره دارن <applause> بعد. بعد تعداد سیاره هایی که دور این ستاره هم هستن که جای خود دیگه هر کدومش مثلا یه 7 8 تا هم داشته باشه دیگه اینا رو هم تو هم ضرب کنید ببینید چه عدد وحشتناکی سیاره هست بعد اصلا میگه که بیایم اونا که دورن رو در نظر نگیریم خب یعنی اون بخشی که خارج از کهکشان راه شیریه اصلا بیایم در نظر نگیریم چون اونقدی دورن که ما غیر ممکنه که هیچ وقت بتونیم به اون نقطه ها برسیم از دنیا میگه همین میگه بین 100 تا 400 بیلیون سیاره وجود داره توی کهکشان راه شیری اینا رو میخواستم بگم راه <تصفح> شیری 400 میلیارد ستاره داره بله. حالا واسه اینکه بزرگی این عدد رو درک کنی که 400 میلیارد یعنی چی خیلی مثال جالبی هست میگن که یعنی به ازای هر یه دونه ماسه ای که رو کره زمین هست ده هزار تا ستاره وجود داره سیاره ستاره ستاره, ستاره. هنوز به ستاره آه. نرسیدیم یعنی پرهام به ازای هر یه دونه ماسه پدرا. فقط توی یک کهکشان راه ده هزار تا ستاره وجود داره خب اینو عدد این مقیاس رو میکنن که اصلا دنبال حساب کردنش نریم دیگه <applause> آره نه واسه اینکه بفهمیم چقدر این عدد بزرگه بعد, بعد تو... میگه که آقای مهران مدیری گفتن لبات لوله کم بگو 400 میلیارد اینقدر کم محسوب میشه آجی. اصلا مهم نیست 400 میلیارد آره واقعا همونه بعد <تصفح> میگه که چهار میلیون تا از این ستاره ها برد. شرایط شبیه خورشید دارن و سیاره دورشون از یه فاصله مناسب وجود داره که میتونه مثل زمین قابل سکونت باشه <applause> خب تا اینجا رسیدیم بعد از 4 میلیون داریم هی پای میایم پایین کوچیکش میکنیم یه تخمین خیلی بدبینانه وقتی 4 میلیارد بودین 4 میلیارد ستاره با. یه تخمین خیلی بدبینانه میگه که باید یه میلیون سیاره توی کهکشان راه شیری باشه که حیات روش وجود داره خب درست حیات حیات هوشمند حیات حیات هوشمند که یک میلیون سیاره هست سیاره توی کهکشان راه شیری دورتر هم نمیری آلو. بعد میگن که حالا علت عمر کهکشان راه شیری چقدره 13 میلیارد ساله اولش هم میگن کلی انفجار و این داستان ها بوده یه جایی خیلی گرم بوده خیلی جای مناسبی برای زندگی کردن نبوده این طول میکشته خونکشه ولی همین زمین چهار میلیارد سال پیش به وجود اومده چهار و میلیارد سال پیش به وجود اومده خلاصی میگه خیلی تعداد تمدنایی که میتونه وجود داشته باشه توی منظومه شمسی یا در آینده به وجود ببخشید منظومه شمسی میگم کهکشان راهی آره درست هم نکنید بخندید اون پشت با هم دیگه گفتیم لگ داره خیلی تعداد بالای تمدن میتونه وجود داشته باشه و پارادوکس فرمی اینو میگه چرا ما ندیدیم اینا رو چرا هیچ نشونه ای از اینها ما دریافت نکردیم بله بگو بگو روشن کن نه حالا نمیدونه کسی دیگه این دانشمند ما میتونیم مثلا نظر خودمون رو آره آره بفرمایید چرا نظر تو بگو <applause> بگو نظر تو یه احتمالش اینه که مثلا اینا اومدن اتمت امت... مثلا سعی کردن که کرد. احتباط... آره یه تلاشی کردن و اینا حتی اومدن مثلا یه سرم زدن تا دم مثلا جو و اینا دیدن مثلا انقدر ما پرت و چیزیم انقدر غیر قابل معاشرتی اینا گفتم با اینا رو بی خیال اصلا اصلا ارزش اینو نداره که ما وارد مذاکره بشیم با اینا یا حتی اصلا نمیدونم هر ارت... هر نوع ارتباطی که بخوان با اون بگیرن میگه که این میتونه درست باشه واقعا هر چیزی منطبیه. هست این اومدن دیدن اینا مثلا مثل ما مثلا تو فکر کن از کنار یه سی... بچو از کنار مثلا چه میدونم یه لونه مورچه رد میشی مثلا نمیدید کندو کاف بکنی ببین چه خبره ولش کن مهنم... اینا موجودات مثلا کودن و احمقی هن هم. بذار همینطوری به حال خودشون باشن دارن سیاره شدن البته به مرچه که بی احترامی نشه ولی خب سیاره شون هم دارن خراب میکنن برای چی بریم ما اینا معاشرت کنیم دیگه فرض تو چی تو نظری نداری؟ منم به با... اونی که فرهاد گفت آره ولی خب از اون برم چی نگاه بکنی یا یارو میاد میگه خب فکر کن مثلا همون قدی که ما از اونا میترسیم اونها ممکنه از ما بترسن دیگه نه اصلا بیان بالا سرم خب نه دیگه اگه مثلا زود اومده بودن احتمالا میدیدن خب اینا که انسان اولیان راحت میتونیم بریم سر کارشون بذاریم دیگه از آسمون میاییم و میشیم خداشون و بعد حکومت میکنیم این دقیقا چیزیه که همین نویسنده ها یه سری از حالا اساتیده دانشگاه مطرح میکنن از اون برم یه دیگه هم که هست تو مثلا میبینی که یه ماده ای هست بوده توی زمین که اینا به این ماده نیاز داشتن به غیر از اون اصلا کاری به ما ندارن اومدن استخراج کردن <محن> موقع زمان های اولی و بعدم دیگه رفتن و آره احتمالا دارن. نظام سرمایه داری و اونا زودتر به اونجا رسید اومدن مواد رو کشیدن بردن دیگه کارشون تمام شده کار یه مصرف شده یه <محن> سوال از اول بحثت بپرسم جون. اون, شهرهایی که میگی زیر چیزن اون شهرهایی که میگی زیر دریا اینا اینا کجا مثلا مثالاش کجا دوست دو نه خب توفن. من نمی... اصلا نمیدونم از امپراتوری مایاها اینکاها اینا رو شنیدی دیگه اونها یه سری اسم شنیدم آره آره سرچ کن الان میاره الان اسم شهرها رو ولی خیلی جاهای مختلف دنیا توی حالا مستند نشون میده همین مایا اینکاها خیلی چیزای عجیب غریبی داشتن توی آمریکای جنوبی توی اگه شدن اکوادور مثلا یه قاری و اینا مطرح میکنن که یه سری مم. حتی اسکریپت یه دست نوشته های خیلی پیشرفته احتمالا اونجا هست حتی تا اینجا پیش میره که رایش سوم آلمان نازی قبل از جنگ جهانی دوم میگن یه دونه چیز یه یو اف او مثلا اونجا فرود اومده که خیلی تکنولوژی پیشرفته ای داشته بعد آلمان ها اینا رو مهندسی معکوس کردن برای همین میدونی که توی جنگ جهانی دوم چیزی که آلمان ها رو خیلی جلو مینداخت سیستم هوایی خیلی پیشرفتش بود که چندین و چند سال از تمام کشورهای متحدین الایز بوده جلو تار میگن حالا اینا مثلا اونو مهندسی معکوس کردن ما این این ایندیا جامایکا ژاپن ج... چاینا گریس آرژانتینا آره اینا رو فارسی نمیتونه بگه هند ژاپن و <applause> یونان و آرژانتین سوال جواب داده شد آره نه جالب واسم که مثلا ازش استفاده حتما توریستی و اینا میکنن دیگه ببرن زیر آب و نشون بدن و اینا بریم احتمالا بگو ما میخوای بگی نه بفهم حالا بعد میان مطرح میکنن که این تمدن هایی که توی کهکشان که که راه شیری ما عددش رو درآوردیم خیلی زیاد میتونست باشه حالا دریک اکویشن میگفتش که مثلا ده هزار تاست حداقل سه تا حالت داره میگه یه مدلش میتونه اونایی باشن که تونستن از کل انرژی روی سیاره خودشون استفاده کنن این انرژی میتونه فسیلی باشه تجدید پذیر باشه طبیعی مثل آتشفشان و اینا باشه اصلا اینا استفاده کنن واسه اینکه یه مقیاسی هم دستمون بیاد ما انسان ها که این هم خودمون پیشرفته پیش فرض میکنیم از 73 صدوم این انرژی روی کره زمین داریم استفاده میکنیم میگه یه تمدن میتونه خیلی پیشرفته باشه از صد درصد انرژی روی سیاره خودش استفاده کنه <applause> میگه همچین تمدنی توی چند صد سال آینده ببخشی میگه که تمدن ما روی کره زمین میتونه توی چند صد سال آینده به یه همچین گونه ای از تمدن تبدیل بشه که به 100 درصد انرژی دست پیدا کنه. که از 100 درصد انرژی استفاده کنه. حالا جلوتر بررسی میکنیم که از 100 درصد استفاده کنه چه اتفاقی ممکنه بیفته. بعد میگه یه گونه دومی از تمدن میتونه باشه که از تمام انرژی ستاره خودش استفاده میکنه یعنی مثلا فرض کنیم ما روی زمین بتونیم از خبشید. چی شده؟ چی, چی بگو؟ مثلا ما روی زمین بتونیم از تمام آره خورشید چیزی بتونیم از تمام انرژی خورشید استفاده کنیم خب اینم میگه که یه ذره تخیلیه ولی روی کاغذ شدنیه اما گونه سوم میگه گونه سوم میتونه از کل انرژی کهکشانش استفاده کنه و در واقع یه جوری کل کهکشان رو تحت کنترل خودش داشته باشه باد. اون دیگه وحشتناک دیگه میگه اگه یه تمدنی به این سطح رسیده باشه احتمالا برای ما عین خدا به نظر میاد باد. چون دیگه داره کل که... کهکشان رو در واقع کنترل میکنه میگه این گونه سوم قادره که توی چند میلیون سال کل کهکشان رو به استعمار خودش در بیاره یعنی اون کاری که انگلیسی ها با دنیا کردن یه کهکشانی که از صد درصد انرژی اینج... یه... یه،, تمدنی که از صد درصد انرژی کهکشان میتونه استفاده کنه توی چند میلیون سال میتونه کل دنیا رو به استعمار خودش در بیاره بله عمر کهکشان گفتیم چقدر 13 میلیارد ساله درست روی این حساب چند میلیون سال اون وسط شوخی حساب میشه اصلا عدد زیادی نیست پس تعداد خیلی زیادی از این مدل کهکشان از این مدل تمدن ها ببخشید از این مدل تمدن هایی که میتونن به استعمار بگیرن کل کهکشان رو میتونه وجود داشته باشه گفتیم چند صد مثلا میلیون سال طول میکشه عمر کهکشان 13 میلیارد ساله پس این اعداد اصلا جلوش هیچی نیست و اینجا دقیقا همون پارادوکس فرمیه که خب اگه همچین چیزی بوده پس چرا ما هنوز ندیدیم حالا این پارادوکس فرمی برای چند دهه ذهن دانشمندا رو خیلی به خودش مشغول کرده بود هنوزم هم اینطوریه جواب قطعی براش وجود نداره باید. ولی یه سری ایده وجود داره که چرا همچین اتفاقی نیفتاده چرا ما هنوز هیچ نشانه ای ندیدیم مهم. این ایده ها اینجوریه مثلا میاد مطرح میکنه که از یه سری فیلتر صحبت میشه که میگه رد شدن از این فیلترها برای تمدن ها میتونه خیلی سخت باشه مثلا چی مثلا میگه که ما که هنوز نمیدونیم حیات چه جوری به وجود اومده خب ممکنه که حیات خیلی به وجود اومدنش سخت باشه دارن چرا, چرا میخندی نه خب حیات حیات چیونه شده دیگه اینا اثرات قرانتینه است داره دموده دا حیات خونشون سوپاده چیونه شده میشه یعنی اینایی ای که شما میشناوید داره میخنده اینا همش رمیان اثرات قرانتینه و معاشرت نکردن با آدم‌هاس میبینه و خودشو بریزه بیرون الان، خب میگیم که آره هنوز نمیدونیم حیات ح... دقیقاً چه جوری به وجود اومد یه سری تلاش شده حالا من یه سری چیزا هم خوندم ولی هنوز 100 درصد مشخص نیست که حیات چه جوری بود به وجود اومد یکی از فیلترها میگه ممکن اصلا به وجود اومدن حیات خیلی سخت باشه حالا حیات هوشمند دیگه خیلی سخته بعد ممکنه که حیات به وجود اومده باشه تحت یه سری عوامل مثل تغییرات آب و هوایی مثل اینکه مثلا یه جو اون سیاره عوض بشه فرض کنید مثلا اکسیژن روی سطح زمین از جو خارج بشه خب همه ماها در جا میمیریم ممکن اصلا جنگ اتمی پیش اومده باشه یعنی مثلا اون تمدن به یه سطحی از پیشرفت رسیده باشه که رفتن به قهقرا دیگه اینه. آره ما هم خیلی فاصله نداریم از این قضیه دیگه فرض کن یکی از کشورها تصمیم بگیره بمب اتمی یه بار دیگه امتحان کنه <applause> چند بار این اتفاق بیفته خیلی راحت نسل بشر میتونه منقرض بشه خیلی راحت حیات روی کره زمین ممکنه از بین بره میگه همین اتفاق ممکنه توی گذشته توی سیارات و تمدن پیشرفت دیگه افتاده باشه فرضاً مرد <applause> خب یه لحظه بخندیم بخندید شد بخندیم تمام شد نه آقا گیر داده به حیات حیات چیه؟ یعنی زمانی که با شروع بخندی کردیم 20 تا حیات هم گفت بعدش نه بخشی کار بگو اینا یه سری ایده هایی که مطرح شده ولی ته همه اینا ممکنه ما هم واقعا تنها باشیم ممکنه همه این ایده ها غلط باشه اصلا هیچ وقت همچین تمدن های پیشرفته ای به وجود نیومده باشه ولی حالا یه سری تحقیقات جدید انجام شده که یه سری دلیل میتونه براش بیاره خیلی جالبه سال 2015 یه مطالعه بود میگفتش که زمین که 4 میلیارد سال پیش شکل گرفته 4.6 میلیارد سال پیش میگه تا اون موقع فقط 8 درصد سیاره های قابل سکونت که ممکنه کلا به وجود بیاد وجود داشتن خب این یعنی چی یعنی ممکنه در آینده یه سری از اون سیارات به وجود بیان <applause> یه سری حیات هوشمند هم رو شکل بگیره یعنی اینکه تا الان فرض کنیم ما ندیدیم هیچ سیگنالی نشیدیم دلیل که در... نباشه آره این خب خیلی جالب این سال 2015 بهش رسیدن سال 2016 گفتن که زندگی خیلی ممکنه شکننده باشه فرجایل باشه و از بین بره حالا مثالش رو زدم تغییرات اقلیمی ممکنه نمیدونم جنگ اتمی بشه به هر دلیلی زندگی مثلا همین ویروس. کرونا اگه یه ذره حالا همین کرونا یه ذره قوی بود ممکنه اون حیات کلن از روی زمین حیات هوشمند رو از بین ببره مثل اون شعب سنگی که خورد و دا تمام دایناسورایی دا که پرواز نمی‌کردن رو بین این برد تقریبا اینم همونه دیگه آره یه هوی آره آره سنگ بخوره تمام کسایی که پرواز نمیکنن از بین ببره تمام کسایی که رو زمینن <تصفح> از بین ببره خب <تصفح> بعد نا. <تصفح> نا بگو نه 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 بحث منحرف نه خب بگو اون که نمی‌. اونایی که پرواز میکردن بعد که اتفاق افتاد کجا فرود اومدن رو همون پودر شدن اونایی که گل میکشن تو امانه چی شده؟ قرانتینه ببین داره ما اومده ابروه شد درست آین هست میگه ایمان گفت اونایی که پرواز نمی کنن دیگه بچه که گل میزنن همیشه پرواز بله متوجه این بله می فهمم <تصفح> کچل کرده اومده نشسته خب کارو جا ادامه بده به بچه ها. 2016 رو گفتی تا 2017 دوز... هم بگم نمی زارید که 2017 سایت space dot com میاد دوازده تا دلیل میاره که یکیش همین دلیل بود که فرهاد گفت مثلا اومدن مم. دیدن حال نکردن رفتن خب یه دلیل دیگه اش که اصلا کلا وجود ندارن خب اینا منطقیه حالا دوازده تاشو نمیخوام یا چند تاشو میخوام میگم ممکنه باشن ولی اونقدر پیشرفته نباشن ما پیام بدن ما خیلی به اونا از داریم کریدیت میدیم که اونا حتما مثلا آه آه از ما بهترن شاید اونا یوش احمقه آه یه احمق مثلا الان این پادکستو دارن گوش میدن میگن او نیا کن چه فکری در ما میکنه کلی با خودشون <تصف> <تصف> فارسی احتمالا ولی بلد نیستن <applause> یه چیز دیگه ممکنه پیغام میدن ولی انقدر بایدنی. آره یعنی از حالا امواج امواج رادیویی که ما استفاده میکنیم استفاده نمیکنم ممکنه انقدر پیشرفته باشه که اصلا ما نفهمیم اونا دارن پیغام میدن یه سری حالا <مم> تئوری هم هست که همین الان هستن رو زمینن ما نمیفهمیم و نمیدونم <سؤال> آ... اونا آبزی هن. اونایی که میگن چیزن مثل مثلا مارمولک و اینا میمونن که در جل انسان اومدن چشم پلکم هم اینوری میزنن دوتا هم از اونا چیزه بادیگارد اوباما بودن <سؤال> 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 آه. ها اون هش... هم خیلی ها میگن یه نمادی از این دوستانه هش <حش> بار هی... آبزی هش <حش> بار, <حش بار>, <hébuna عابزی حش> بار> دیگه من نمیدونم یا اینکه میگه که می ما هنوز مدت, مدت کافی نیست که میگردیم شاید باید بیشتر بگردیم یا اینکه میگه ما داریم میگردیم جای درست رو نمیگردیم خلاصه از پیدا نکنیم اسمشون از Alien Reptile Guards که حالا یه مدت چیز شده بود خیلی ترندینگ شده بود و اینا که از پس بابا یه پس کله بابای عکس گرفته بودن میگفتن این به خاطر اینکه کموه کم اونم شکل سرش جوریه آقا که ما ایرانی از بریم تو خیابون پیدا کنیم ما یه چیزی بود برای ما میفرستایی تو خیابون یارو سیاه هاش کنیم چی پیدا کرد خب <تصفح> <تصفح> آره همین دیگه اینا رو گفتم که باشی. توی دوران قرنطینه یه ذره ما دق دقه داشته باشیم فکر کنیم به چیزهای مختلف که چرا اگه هستن چرا ما نمیبینیمشون اگه اومدن چرا دیگه نمیان آثارشون چیه کلا خیلی جالبه دیگه این اعداد ارقام که من میبینم مثلا چقدر ممکنه حیات وجود داشته باشه چقدر ستاره هست چقدر کهکشان چقدر سیاره چقدر از این سیاره احتمال سکونت دارن اینقدر این اعداد بزرگه بل. که واقعا آدم یه لحظه به یعنی من اینجوری بودم داشتم فکر میکنم با چقدر هیچی نیستیم چقدر ناچیزی چقدر نه نمان... حس... حس چیزی به آدم دست میده مثلا آدم با همین که کار میگه آن سکیوری به آدم این سکیوری به آدم درس میده آدم میگه این سکیور ها این سکیور آره اینجوری که مثلا یه وقتایی ما فکر میکنیم آره کل غمای دنیا بر ماست ما یا مثلا دیگه سخت ترین حالت زندگی رو ما داریم و اینا در اصل دیگه از اون ور شما هست یه وقتی فکر کنیم دیگه همه چیزیم همه کس شدیم و اصلا فکر ما میتونه دنیا رو عوض کنه و اینا در اصل دیگه انقدر عدد کوچیک تر از این حرفاست که واقعا هیچ گوشه ایش رو ما نمیگیریم و مولانا به زیبایی گفته که چی؟ گفته باید. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ بر هیچ, بر هیچ مپیچ رفیق بی چلک مادر برزاد فکر کنم هفته دیگه برزاد چیزی زدی آقا ولی حالا این اینایی که کارون گفت من یاد مصاحبه افتادم جوروگن کرده بود با ادوارد سنودن فکر کنم سنودن شخصی که پشت ویکی لیکس های می میگفت من ته دیتا بیس های نمیدونم آمریکا همه سیستم های اطلاعاتیشون دسترسی داشتم چیزی پیدا نکرد آره کجا معلوم این خودش این حرفایی که من میزنم هم در واقع داره همینو میگه میگه هیچ چیزی پیدا نشده پارادوکس فرمی همینه ولی حالا فرهاد اون چیزی که میگه میگه که شاید پیدا شده دیتابیسش رو به سنوده ندادن یا اینکه خب اصلا اون دوازده حالتی که ما گفتیم یکی از اونا هست ولی خب کلا جالبه دیگه به این فکر کنید که آقا این تعداد وحشتناک سیاره ما شاید نتونیم تنها باشیم توی این حجم از دنیا که 90 میلیارد سال نوری فقط قطرشه طولش بگید بگید منتظر <applause> که خودت این کامنت بیاد نمیذارید <applause> من حرف بزنم ب... بفرمایید دفعه پیش همکاری هم... همکاری چی یه سوال تموم هم شد همکاری یه سوال دیگه با همکاری میکنم به خدا من همش کاری که فرزاد باه بکنه فرزاد داره میخندی دست و صورتش میزنه من دارم برای شما سرعت بابا فرزاد کم مونده بیاد صورتشو بند بندازه با اسکایپ هی میاد جلو این دماغ و جوش هی بالا پایین میکنه سیری بعد یه نخ بسته به شسته پاش اینجوری ای داره صورت بالا پایین میکنه اما آخرین باری که ایران نه آخرین بار آره آره آخرین باری که ایران بودم از دم یه سلمونی رد میشدم من میداختم بعد دیدم یارو اینطوری میکنه بعد دیدی گوشه چشت میبینی بعد قشن آروم برگشتم و اینطوری از پشت شیشه دیدم خیلی من چندین چندی بار گفتم من اولین سلمونی که توی کانادا رفتم و خیلی جوان بودم دیگه مثلا 15 16 سالم 15 سال بود فکر کنم ما رو بردن فلانجا و گفتن که آره اینجا طرف سلمونی داره رفتیم نشستیم و من تنها بودم بعد طرف اومد و مثلا موهای ما رو کوتاه کرد و اینا و ابرواتم بگیرم دیگه گفتم که نه عبر. تو کانادا آره آره ایرانی هم بود گفتش که ابروتو نمیخوای دست بزنی گفتم که نه لطفاً با ابروهای من کاری نشه تو قبل ازدواج میخوام دست بزنم واقعا نمیخوای تمیزشون کنی اینجا مثلا ابرو در نه دیگه من خیلی وقت دست نزدم بعد وسطش هم هی میخواست یعنی هی دلش میخواست بره ابرو رو درست کنه هی با یادآوری میکرد آقا جون بچت بی خیال ابرو ما شو من تو ایران این پیشنهاد بهم شد ایران چند پشت شده نیست باید تاتو کنی از کجا به کجا رسید خیلی بس یه دونه جالب برام میگی نه نه بذارید ادامه بحث کار من یه چیز یه بپرسم و مطرح کنم بفرمید بفرمید کارون از دست دادیم یه چیزی بود که نمیدونم حالا ایلا ماسک بود با کمپانیش جای دیگه که صدا رو زب میکردن و یه سری چیز قرار بود بفرستن فضا بعد اینو ن... این تیکش رو نمیدونم که اسم بعد... تو رو چیز مینوشتی اون اسم رو میبردن فضا خب میره فضا که چی به... به... به سیارات دیگه و اینا قرار بود این ترانزیت بشه یا بمونه بعدا میلیون ها سال بعد بیاد پایین من اینو نمیدونم داستانش چی بود ولی میخوام بگم چی میگی پس. خب نه خب میخواستم را اگه میدونید که کاملش کنید اگه نمیدونید در ادامهش این که ما هم نمیدونیم که اونها سیارات دیگه آیا قدرت گرفتن و ریسیور این داستان ما رو دارن یا نه یا مثلا همین دیگه آره یکی از این دوازده حالت بود ممکن اونها انقدر ابتدایی باشن که این فرستنده رادیویی ما رو نتونن رو دریافت کنن مم. یا یه حالت دیگه اونا هم دارن سیگنال میدن انقدر پیشرفته است که ما نمیتونیم دریافت ما نداریم ولی خلاصه میگم اون 73 صدام ما به 100 درصد برسه احتمالا ما کارهای بیشتری میتونیم توی کهکشان راه شیری بکنیم اگه هنوز نسل ما منقرض نشده باشه که این هم محتمله که ممکنه منقرض بشه آره دیگه یهو یه جنگ اتمی بشه یهو یه که پنج شنبه اه... زیاد در صحبت میکنیم میخوام راه های یا... زنده موندن در جنگ اتمی براتون صحبت کنم آره یا اینکه مثلا یه دونه اه... چیز فضایی شاب سنگ مثلا بخوره چه <applause> بود بخوره مثل اینکه دیگه نمیخوره رد کردم آره خیلی ها دل بسته بودن به این شاب سنگی ولی متاسفانه دیگه چرا <applause> احتمالا دا نگه داشتن <applause> 2021 2020 دارن آماده میکنن دیگه <applause> <applause> 21 <این> آخریو <applause> سنگین تر میزنن بگو ببینم فرض أو... قبل اینکه بریم این سر جالبه چند تا کامنت میخوام بخونم از کست باکس زیر اپیزود دیویس یازده که اپیزود کارون بود پس از دنیا گیری گیری چی بود الهه آقا الهه گفته که من دیگه حتی یادم نمیاد قبل از کرونا چه جوری زندگی میکردم به نظرم جوامه بعد از کرونا باید برن سمت زندگی سلولی و انفرادی چون احتمالا یه مش آدم افسرده میشیم در واقع بعد از قرنطینه ایشون اینطوری نظرشون بوده که واقعیت داره الان چیز کردن یه سری استادی ران کرده بودن حتی تو کانادا که تقریبا سی درصد آدما بعد از قرنطینه ده روزه توی در واقع اثرات سارس بوده موقعی که سارس اومدم آدما رو قرنطینه کردن دیدن که سی درصد آدمایی که قرنطینه ده روز به بالا شدن اثرات چیز پی داشتن بعد از این بعد از این قرنطینه و میگفتش چندین ماه هم طول میکشه تا این اثراتش بره خیلی محتمله این اتفاق که هممون یه ذره دپرس بشیم یه ذره ناراحت بشیم مخصوصا کسایی که خیلی عادت داشتن به بیرون رفتن و با حالا با برون مختلف آره برونگرا بودن و چیزی که باید در واقع راه حل براش به وجود بیاد و بتونیم ببریمش جلو زندگی رو خب اه... رو یه دونه از توییتر میخوام بخونم آره ما کار... هفته پیش بخش اف... یادم رفت تویتر رو ولی هر هفته از توییتر رو که از باکس و اینستاگرام و اه... یوتیوب اه... کامنت میخونیم بگو ایشون که اسمشون هست نرمین اه... گفتن که مارچ 15 روز جهانی خودکست مانگوزاری کردن این روز رو به خاطر مارچ 15 رو؟ مارچ 15 رو... چون پونزر. گفتم 6 تا اپیزود پشت سر هم دیدن و دارن همه رو نگاه میکنن تشکر میکنم سلام این... اینو خیلی گفتن به ما تو این هفته گذشته گفتن که آره مثلا ما چون هفت تا اپیزود پشت سرم چهار تا اپیزود و پشت سرم به خاطر اینکه تو خب قرانتینن مردم کاری ندارن انجام بدن دمتون گرم دیگه اگر که میتونید تحمل کنید این باقی وحشو ببینید ولی من خودم بودم قول میده از این به بعد ویدیوها رو اپلود بکنه ویدیو. پادکست رو اگه داشته باشیم آپلود میکنم هفته پیش نداشتیم دیگه دیگه هفته پیش <applause> آقا یه،, یه،, چیز جالب داشتم حالا قرار شد در مورد کرونا اینا صحبت نکنیم ولی این اینستاگرام خوب... نداشتیم چیز اک... بخونی کامنت کامنت خب تو صحبت من اینستاگرام خودم گوش بودم کنار آره حالا بعد در مورد این تو... میخوندم که حالا چجوری باید صرفه کنیم و چجوری باید مراقب باشیم اینا یه خبری دیدم البته مال پارساله باشه مال دو سال پیشه که یه آقایی که البته بعضی این رفتار رو دارن وقتی میخوان عدسه کنن جلو عدسهشون رو میگیرن یا حالا به هر نحوی مثلا تو... از هم سر... عدسه تو... آره یا مثلا عدسه رو کنسل میکنن سر... سر... مثلا بعد. بعد ایشون مثل اینکه داشته یه بار این کار رو عدسه اومده عدسه خیلی سنگینی بوده میخواسته خفه کنه بعد همون, همون کاری که ایمان کرد برده تو بعد انقدر فشار زیاد بوده جلو از, از گلو پاره میشه و میبرنش بیمارستان رو اکسلیه میگیرن ببینن بله اینجا سوراخ اصلا هوا هم نمیتونسته ایشون تنفس کنه و خیلی داستان میشه براش بعد میگفت که یه کمی حالا درسته که کرونا اینا هست ولی زیادم از اونور نیفتیم و اجزامون رو بکنیم توی دستمون یا توی آره لباسمون آره یعنی به قول خارجی ها let it go که بیاد هر چیزی که هر بیاد بیرون نگیری میگفت سخت نگیری آره این باحال بود آه یه چیزی که خیلی باحاله ساعت هفت رو میخوام بگم چه چه اتفاقی میخواد البته یه روب دیگه هم هست تو ونکوور ما الان 645 بشنویم تو اپیزود بعدی احتمالاً میشنویم خب یعنی آره نه استوری بگیریم وایسه چک... آره میتونیم استوری بگیریم ولی ساعت هفت همه مردم تو ونکوور فکر کنم شهرهای دیگه هم هست حالا تو بقیه دنیا آره هم هم. تو کشورهای دیگه هم هست تو کشورهای میان بیرون از خونه هاشون حالا آپارتمان ها خونه از پنجره میان بیرون دست و سوت و کف برای دکترا و پرستارا هر کسی کادر پزشکی هر کسی که تو بیمارستان داره کمک میکنه تو این دوران و خیلی کار باحالی هم ساعت هفت اینا در واقع شیفتشون عوض میشه و کسایی که حالا از صبح کار کردن شیفتشون رو میدن و کسایی که برای حالا مدت شب اونجا هستن و موقع این شیفت عوض شدن میان و تشویقشون میکنن حالا توی نورس ونکوور من دیدم که ماشین های پلیس آتش نشانی و اینا میان از جلوی بیمارستان رد میشن نمیدونم چقدر کار درستیه کسی که در اون تو استراحت میکنن آجیر مثلا پلیس. با صدا؟ آره منم دیدم زیاد. اونو با آژیر مثلا بوغ آتش نشانی اینا میزنن و رد میشن و تشویق میکنن و خب کار قشنگیه دیگه منم هفته پیش توی هفته پیش چند روز پیش توی تراس نشسته بودم دیدم که یه مثلا یه خانومه اون ته مثلا یه زنگوله گرفته داره اون سلام میزنم. بعد فهمیدم که ساعت هفته رو دارن تشویق میکنن و همه اومدن یه شاید یه سی تشویق کردن و رفتن جالبه آره من کامنتی که برداشته بودم از اینستاگرام ها بخونم اینجا یه لحظه بودم نیوشا زیر یه پست گفته که خدا خیرتون بده امشب حالم زیاد اوکی نبود ولی بله لب خندون شما و جمع صمیمی و گرمتون واقعا حالمو خوب کرد مخصوصا ایمان ایمان که دمش گرم خیلی باحاله و من دوستش دارم و از خنده هاش خنده میگیره کلی مرسی از این ایده برای ساخت ساخت خود که هست مراقب خوب یادتون باشید دوست دوستای خوب <applause> همه معمولا با مغز شیوای شما حال میکنن تا خنده های شیوا هاره. مغز شیوا <تصفيق> <تصفيق> uh, دیگه چیزی دارید برای این اپیزود <applause> دیگه فکر کنم خوبیم نه خوب من که خوبم خوبی خوبی خوب از خودتون باشه جمع کنیم بریم تا اپیزود پنجم برابر برگردیم بریم. بله. بریم بریم. خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب که میتونید تصویری تماشا بکنید. اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام منم خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنج شنبه با یه بزرگ جدیدی برمیگردیم. فعلا